اشاره کردید که داستان بهشت و دوزخت این رو از آیین زرتشت. بله. حالا پرسش من از شما این است که آیا خود زرتشت، چون اون چه که از زرتشت مستقیم من داریم اگر اشتباه نکنم گادهای زرتشت هست، بله این حرف در اونجا نیست، درست میفهمید، در دین زرتشت هست، یعنی در اوستا هست، بله یعنی ساخته ایرانیان هست به نام زرتشت، absolutely. درسته؟ absolutely. بنابراین این چطور تونسته نفوذ بکنه؟ یعنی محمد تا آیا با این ترتیب آشنا بوده با تعلیمات زرتشت؟ مطلبی فرمودی صحیح هست، یعنی ما وقتی رسیدیم به روزگار ابتدای ساسانیان، بعد از قریب 600 سال حکومت تقریبا آزاد اشکانیان که اینا سختگیر در زمین دین نبودن، به جهت اینکه فکرشون رنگ یونانی داشت، اینا بعد از اسکندر و در واقع سرداران او آمده بودن و نفوذ تفکر یونانی بود، این است که با تولید مسیحیت در اروپا این دوستان ساسانی ما که از اردشیر آغاز شده است گفتن که ما هم باید یک چتر ایدئولوژیک داشته باشیم که بتوانیم در مقابل اونها ایستادگی بکنیم، یکی از اندیشه ها این بوده، بنابراین با شدت و حدت تمام و با خشونت بسیار، حتی ما یک جنایتکار بزرگ به نام کثیر داریم که بسیار از خلخالی بدتر بوده، بنابراین اینا جمع‌آوری عرض میکنم اوستا کردن و به جای رسیده است که این اوستا در واقع اون اوستای و سخن زرتشت نیست، هرچی علم و معرفت میاموختن در این کتاب وارد میکردن، اون چه اصیل هست در واقع همون گاتاها هستن که از اشو زرتشت هست و ما بقیه کتاب رو افسوده شده است، در واقع به صورت یک سنت و یک دین در آمده و اینکه فرمودید ناراضیان روزگار ساسانی بسیار بودن که میگریختن و ما بایستی تاریخ جزیره العرب رو بدانیم، اینجا یه مکانی بود آزاد با مردمانی آزاده، دو مجلد بسیار بسیار علمی جمع‌آوری ام شریف در همین هندوستان شده و به انگلیسی است، فکر می‌کنم شاید هم به فارسی هم ترجمه شده باشه، بخش فصل اول توضیح میده از شرایط اجتماعی عربستان، در اونجا یهودیان بودند، در اونجا مسیحیان بودند، در اونجا همه ادیان و اندیشه های ایرانی و غیر ایرانی و هندی اینها جمع بود و فزون بر این ما شخصیت هایی داریم مثل سلمان فارسی که این بزرگترین ادوایزر بنیانگذار اسلام بوده، زرتشتی بوده، آیین شعبت کرده و چه رفته اونجا اسارت گرفتن، ایشون رو خریدن، حتی میگوید که سلمان از من است، اونقدر نزدیک بوده و نه تنها به او یاد میداده است آیین زرتشت رو به درستی، بلکه مشاور جنگی او هم بوده، در واقع از شیوه های و تفتیک های جنگی ایرانی که بسیار پیشرفته بوده به او یاد میداده. حالا یه نمونهش عرض میکنم، در موضوع خندق، جنگ خندق، اعراب مدینه دو بار به اینها حمله کردن، اینا یکی جنگ خندق هست و مشهور است که عرض کنم که وقتی امر آمده است سوار بر اون اسب به نام محلوب میگوید که به خدای کعبه سوگند که این کار پارسیان است، مسعود، این است که سلمان پارسی حتی تا جایی رفت پیش رفته بود نفوذ سلمان که اعراب میگفتن این پارسی به ایشون یاد میده چی بنویسه، که در قرآن به صراحت میگوید این مرد پارسی است، یعنی که مثلا عربی نمیدونه. با این ترتیب محمد دین رو میاره و روشی رو میاره که دموکراسی موجود و اون تنوع فکری رنگین کمان جزیره العرب رو نابود میکنه. درود بر تو. این اعراب بیابانی بودن، بله، ولی اشراف در میان اینها بود، فضلا در میان اینها بود، آدم های بزرگ داشتن اینها، ما را از بچگی شستشوی مغزی دادن و با این برچسب های بیهوده و نادرست میگن دوران جاهلی، دوران جاهلی، آقا هر چه آدم بزرگ ما در اسلام داریم پروردگان جاهلی است، علی، عمر، ابوبکر، ابو عبیده جراح، همه رجال بزرگ اسلام استخوناشون در جاهلی ساخته، و جاهلی نبوده، شعرهای بزرگ داشتن، اینا صاحب تاریخ و فرهنگ بودن، در واقع فضیلت های انسانی خیلی خیلی خوب داشتن، مثل فتوت، جوانمردی، پناه دادن ضعیف و مهمون نوازی و دلاوری، فضیلت های عرب بوده. اما اسلام که آمده است برای اینکه خار بکند روزگار عرب رو و توجیه بکند همه این قتل ها و غارت ها رو و تخریب ها رو، اینها آمدن گفتن جاهلی جاهلی، بعد که پرسیدن مفسرین و عرض میکنم که کسانی که در این کار هستن و دائم در حال مالکیشی هستن، گفتن نه تنها در عرب جاهلی بوده، کل جهان بشر در جاهلیت مطلق بوده است، از تمدن مصر و چین و ایران و غیره تا اینکه جهان به نور اسلام منور شده است و درست شده. بله خیلی حرف زیبایی زدید،
اونجا آزادی بوده، آزادی دینی. ببینید اعراب ممکن بود بستر یک شطور با هم دعوا بکنن. بسیار دیده شده است که فرض کنید یک شطوری رفته بیرون، چون زندگی اعراب با شطور بوده. ما بخوایم اعراب روزگار قدیم بشناسیم، واسه شطور رو در مرکز بگذاریم. از نظر اقتصاد، از نظر حمل و نقل، زندگی اقتصادیش با این حیوان بوده. واری وقتی که یک شطور رفته بیرون، ابن عسیر یک جنگ بزرگ عرب رو برام گزارش میکنه. جنگ‌های پیش از اسلام میگوید که یک عربی، یک بچه‌ای یه تیر انداخت خورد به پستان شطور و شطور خونالود آمد. این باعث جنگ خونین شد بین دو قبیله. اما جنگ دینی مذهبی ما نمیبینه. جالب اینجاست، یعنی همین کعبه به همین وجهی که هست، این مراسم و مناسک که حج و همه اینها کار جاهلی است. در واقع کار روز هیچی محمد اضافه نکرده. تنها چیزی که اضافه شده است که اگه او میگفت یا لات یا عزا، میگاد یا الله یا الله. طبری ما میگوید که 360 بت در این کعبه بود و اینها و به علاوه چند بت بزرگ دیگر مثل فرض کنید که لات و عزا و هبل و اینها به داشتن. جز اینها بتخانه های دیگر هم داشتن که به آزادی می آمدن. این ماهای حرام، ماهای حرام یعنی این که اعراب به معنی که ماهای حرام می رسید شمشیرها رو می آویختن، روزگار صلح و دوستی می رسید، خرید می کردن در بازار اوکاز و جاهای دیگر، خصومت ها رو کنار می زاشتن، آشتی می کردن. یه در واقع فستیوال شعر داشتن که اعراب قصاید خود رو می خواندن و بهترینش رو به خانه کعبه می آویختن و بعد به زیارت بت‌ها می آمدند و می رفتند. یعنی چهار ماه خونریزی مطلق نبود و هیچ کس پیدا نشده است که بگوید بت من از بت تو بهتر است، یا اینکه من به واسطه اینکه بتم چشماش یاقوته به تو برترم چه چیزی نبود. بنابراین یک تحمل و تساهل فوق العاده ای رو ما در کار دین می بینیم. اما اسلام که پیدا شده است همه اینها رو از میان برده. در واقع پیشرفت اسلام با تخریب معابد دیگران آغاز شده. شما ببینید که چقدر وحشتناکه. شما معابد دیگران اینها رو یک دست و یک پارچه عرض میکنم که زیر یک پارچه درآورده است و تلون تفکر رو در از میان برداشته. همه گفته شما از عیسی هستین، هر کس هم نست او رو بکشید یا به زور به اسلام وادار کرد بکند، کما اینکه عرض کردم ابوبکر کرده. و شده است که در واقع اون تلون فکری که طبیعت این بیابان ایجاب بکند اینها رو از میان ورته برده. بله درست گفتی. این که اسلام معتقد است با اومدنش برای زن حقوق فوق‌العاده‌ای قائل شدی قبلا وجود نداشته، این در تضاد با این صحبت‌های شما قرار میگیره. بله. یک جامعه پیشرفته، پیشرفته‌ای که شما میفرمایید که از نظر فرهنگی این همه همگونی رو تعمل بله. میکرده بله. این غیر منطقی به نظر میاد که در مورد زن بچه های دخترشون رو در آغاز دفن بکنن، به خاک بسپرن و حقوقشون رو عده بگیرن. یک سر دروغ آقای فروزنده، کمپلیکلی دروغ این داستان. به شما عرض میکنم چگونه است. زن رو اسلام زنده به گور کرده. یعنی من با قاطعیت خدمت شما در این دوربین نگاه میکنم و عرض میکنم زنده به گوری زن رو اسلام آغاز کرده و هنوز زن در اسلام زنده به گوره. زنده به گوری یعنی یک گونی به سر او بکشیم، بیاندازیمش از فعالیت های اجتماعی یک سر بیرونش بکنیم، حقوقش رو در نظر نگیریم. خدمت شما اجازه بدید تاریخ زنها را یکم اشاره بکنم. ببینید زن در تاریخ عرب به وجهی نبود است که گفتن. در باب زنده به گور کردن مواردی بوده است، بسیار شاز و نادر بوده. امروز در هندوستان هست، بچه های دختر رو میگذارن اونجا تا گرسنگی بمیره. دلیلش هم فقره، به جهت اینکه در هندوستان همه مخارج عروسی بر عهده دختره. در چین به قول اینجا میگن ابسشن، یک ابسشن عجیبی برای پسر دارن. من یک دوست آمریکایی داشتم، یه خانم جوانی بود، در چین سالها بود برای استیت دپارتمان کار میکرد، مترجم چینی اون دست بود. به من میگفت که ما اونجا که میرفتیم تعجب کردیم که صبح به صبح که این کارگرای شهرداری میگردن در این زباله ها رو خالی کنن، بچهای نوزاد دختر میبینیم. به خاطر پسر بی اندازه دوست داره. ما نمیتوانیم جامعه چین رو جاهلی بنامیم یا وحشی بنامیم که این کارو میکنن. این یک چیز فرهنگی منحوسی باید از بین بره. در روزگار عرب نه تنها چنین نبوده، بلکه دختر سبب قوی تر شدن قدرت قبیله از طریق ازدواج میشده. شما اگر نگاه بکنید از صدر اسلام تا علی اینا همه به هم دختر این زن اون است، خواهر اون زن این است، اینها و به طریق ازدواج هست. و اتفاقا برعکس، شما در تمام دیوان شعرهای عرب در روزگار جاهلی هیچ چیز زن ستیز نمی بینید. سهل است که در
صفت زیبایی های زن، چه قصاید زیبا، چه اشعار زیبا، و اعراب زنان رو بسیار بسیار دوست داشتن و زن میتوانست به واسطه صد نبودن راهش بتواند به بالاترین مراتب اجتماعی برسد. نمونهش خدیجه بنت خویلد، زن اول رسول، مگر بزرگترین تاجر نبود؟ آیا بعد از اسلام محمد شما یک زن تاجر در تمام تاریخ اسلام سراغ دارید؟ امکان ندارد. یا ما یک زن داریم که در واقع ادعای پیغمبری کرده و در اندک مدتی، در انسجاخ اندک مدتی 30,000 نفر به دین زن گرویدن، یعنی قبول میکردن که این زن پیامبر است، درسته؟ یا ما عایشه رو داریم، عایشه بنت ابی بکر یا ابو بکر، که این زن زاده همون در واقع مقطع اسلام و جاهلی هست، اما ذهنیت همون ذهنیت هست، نتوانستن به او تحمیل بکنن اون محدودیت هایی که بعد اتفاق افتاد. این زن لشکرکشی کرده، الان در تاریخ جهان مایه افتخار زنان یکیش عایشه است، فرماندهی 30,000 لشکر عرب رو به عهده گرفته و اعراب به فرمان او گردن نهادن و در جنگ جمل بیشتر از 30,000 تا کشته شد و فرمانده هم عایشه بود. آیا شما بعدش کسی یعنی سراغ دارید؟ یا یک دختری داریم به نام سلما که این رو به طبق معمول گرفتن و آوردن و برده کردن، چون اسلام هم برده فروش بوده هم برده میکرد، از طریق زندگی میکردن. مدینه منوره بزرگترین مرکز برده فروشی بوده، حالا نمیدونم نورش از کجاست. این دختر رو میگیرن و میآورن و کلپتی و عرض میکنم که رسیدگی به شترها و شستشوی لباسها و این زن، زن بزرگواری بود، از تبار بزرگان بود. میگوید ای عایشه اجازه میدین من برم به قبیلم سری بزنم و پدر و مادرم هم مسلمان بکنم؟ میگه اشکالی نداره، بهش مرخصی میده. به محض رسیدن فرماندهی یک سپاه جنگی رو این زن بر عهده میگیره و چندین بار سپاه اسلام رو شکست میده که مجبور میشه بزرگترین جنرال اسلام که خالد بن ولید باشه به جنگ این زن بفرستن فرماندهی میکرد. شما بعد از اون دیگه چنین چیزی سراغ دارید؟ این اسلام عزیز با قوانینش و همین حرفایی که در باب زن زده برای ابد زن رو فروتر از مرد قرار داده. به صراحت 32 یا 33 سوره نساء هست که الرجال قوامون علی النساء و بما فضل الله بعضهم علی بعض که توی چیز هست، این برای همیشه زن رو سیتیزن درجه دو قرار داده. اول اینکه باید شما یک پارچه سیاه به سرش بیندازی، در ارث این چنین، در شهادت اون چنین. مسخره است که شهادت زن، چون میگن عقل نداره و عقلش کمه و مولای متقیان صراحتی دارد در این بار که زن عقلش کم است، این چشمش نمیبینه زن. چون شما میدونی که در قوانین اسلام پربرکت شهادت دو تا زن برای یک مرد اندازه یک مرد، درسته؟ بله. این است که این سخنان بیهوده و لاطائل رو که به ما گفتن و خورانیدن، همه اعراب دخترانشون رو به گور میکردن و اولاخوندا، اسلام پر برکت آمد نشاند. آقا این چه داستانی است؟ این یک دروغ تاریخی بزرگی است به جهت ما زنان بزرگ رو میبینیم. حالا الحمدلله و حمد الله و المنه آخوندا وجود خدیجه نمیتونن این کار بکنن، یا سجا که ادعای پیغمبری کرد و 30,000 نفر پیرو پیدا کرد، اصلا میسر نیست امروز چنین چیزی. بنابراین برای ابد از زمانی که احکام اسلام در باب زن به طور جزمی و قطعی جای افتاد، زن از صحنه فعالیت های اجتماعی سر بیرون رفت. اصلا ما تاریخ عشق در اسلام نداریم. شما یه عاشق بزرگ در اسلام نشون بدید، یک نویسنده خارجی میگه ببین اینا چه بدبختایی هستن این مسلمان ها، که بزرگ داستان عشقیشون عشق مرد 57-8 ساله است به یه دختر 7 ساله که خود حضرت باشه، یا عایشه بدبخت بیچاره 7 ساله رو یا آقا عاشقش بوده، میگن اینم داستان رمانتیک مسلمان هست. ببینید ما تمام داستانهای عشق مربوط هست به قبل از اسلام. در تاریخ ما خسرو شیرین، شیرین فرهاد، ویس و رامین، همه به جهت اینکه بعد از اینکه اسلام آمده زن که میری میخری، آقا چیزی که شما میخری و اینقدر در دسترس هست و همین امروز هم شما شیوخ عرب رو میبینید که راه افتاده 10-15 نفر سیاه پوش به دنبالش، این ارزش عاشق شدن نداره آقای فروزنده. شما که بتوانی 70 سالت باشی به دختر 9 ساله رو بگیری، یا هر چی دلت میخواد بگیری، 4 تا بگیری در اون نمیدونم سنت هر چی دلت میخواد سیغه، این عاشق هم چیزی نمیشی، درسته؟ بنابراین شما یک داستان عشقی رمانتیک در تاریخ اسلام پیدا نمیکنید و به همین دلیل این اصولا عشق جایی در اسلام نه نداره دیگه، در قرآن هم نیست اصلا عشق جایی نداره. درود بر شما، اصلا عشق جایی نداره. پدران ما ایرانیان بزرگوار عرض می شود که نشستن این خشکی و جمود رو بر نمی تافتن، یعنی یک دین آمده بیابانی با اندیشه بیابانی، آدمهای بیابانی، تفکر بیابانی، خداش بیابانی، اینا آمدن
بنابراین این جمود و خشکی رو با تصوف خواستن که این رو چیکار بکنن، قابل تحمل بکنن و دورش بزنن. بنابراین این فرهنگ عشق در فرهنگ ایران زمین، مکتب عشق، یک مکتب بسیار بسیار عظیم و انسانی است که به میان آمده و در اسلام شما در همه قرآن واژه عشق رو پیدا نمی‌کنید.